گفتن حجاب اجباری، کو افافه، کو حجاب اجباری. شما رو به خدا، شما خودتون دیگه الان حداقل تو این یکی دو ساله اخیر، بویژه 7-8 ماه اخیر، ترک این موتورها، پول میگرفتن سربرهنه به چرخن تو بلوارها و خیابونها، تو بزرگ راهها. یعنی من تو فلان سن فلان سالن، تو پشت تریبون فلان، از بین همین هنرپیشه ها افراد سربرهنه نکردن دیگه، چیکار میخوان بکنن دیگه؟ کسی به اینا حرف زد؟ چرا؟ برخی مردم خب ناراحت بودن، تو دلشون اینا رو نفرین میکردن، شاید بعضی هم دعا میکردن که اینا سر عقل بیان، یا نهایتا یک نصیحتی، ارشادی. حالا این گشت ارشاد، گشت ارشاد مگه یک مجموعه است که با باتوم و با ضرب و شتم میاد مواجه میشه؟ که من یه مطلبی رو به دوستان انتظامی عرض کردم، گفتم بابا یه برنامه بیاد بسازی تلویزیونی، یک رو 20 دقیقه به مردم فرایند این گشت ارشاد رو مردم بگید تا بدونن کذب محض ضرب و شتم کردن یه دختر خانمی که اینا گرفتن. حالا این دختر خانم سوابق جور و جورش جای خودش کار نداریم، بالاخره ایشون هم یه هموطن ما بود، خدا رحمتش کنه، ولی آیا به بهانه یک مرگ مرموز با علم کردن دروغ، حجاب اجباری دروغ؟ اگه حجاب اجباری بود که این خانم معتمد آریا که دیروز بود پریروز بود کنار تو قبرستون، که الهی زودتر خودش سر کارش بیفته تو اون قبرستون، اونجا تو مراسم خاک سپاری اون مرحوم آقای کی بود؟ تاروخ کشف حجاب کرد. اگه واقعا حجاب اجباری تو این کشور بود، آیا این خانم جرأت داشت کشف حجاب بکنه؟ به سلابه میکشیدنش. اومد اونجا فکر کرد هنر داره میکنه، چوب حراج زد به حیثیت و حیثیت نداشتنش. البته عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد، این همه لطف خداست. اینا رو ماهایی تحمل میکردیم، الان خودشون با دست خودشون دارن نخاله هایی میشن که کنار زده بشن. و باید جمهوری اسلامی، باید ارشاد ما، باید صدا و سیمای ما تکلیف خودشو با اینها الان دیگه روشن کنه. چقدر ما اینا رو تحمل بکنیم؟ یا اون دلغک دیگه که اگه هر دلغک بازی توی تلویزیون و توی سینمای این کشور داشت پولاشو گرفته، گواه این معنا زندگی های لاکچریشون، قمارهای سنگینی که باختن، حالا باید تقاصش این ملت باید پس بده کف خیابونا؟ چطور شد اون دختر خانم عزیز بود، براش باید ایران با آتش بکشید؟ قریب به 80 تا بچه های مظلوم این کشور شهید شدن، کشته شدن، که یکیشون این شهید تقی‌پوره. شهید تقی‌پور کیه؟ یه کارگر ساده.